سلام، به ذره‌بین امروز خوش آمدید. برنامه امروز ما به مصر و وقایع اون اختصاص داره. با وجود گذشت بیش از 10 روز از تحولات مصر و برکناری محمد مرسی از مسند ریاست جمهوری مصر، این روزها معادلات سیاسی مصر کاملا غیر قابل پیش بینی شده است. از سوی طرفداران محمد مرسی برای اثبات حقانیت خود در میدان رابع ادویه تحصن کردند و از طرف دیگر مخالفان محمد مرسی کماکان میدان تحریر را اشغال کردند. امروز با احمد رفعت، علی شیرازی و کامیار بهرنگ در استودیو و احسان سلطانی از ایتالیا به بررسی شرایط تحولات فعلی مصر میپردازیم. سلام به همگی و خوش آمدید. اجازه بدید با آقای سلطانی شروع کنیم. آقای سلطانی، تحولات اخیر مصر اول حرکت مردمی بوده و بعد از اون حمایت ارتش بود که تونست باعث بشه که به سرانجام برسه. فکر میکنید که نقش و جایگاهی که ارتش میان مردم ده مصر داره چی هست این روزها؟ خواهش میکنم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. در پاسخ به سوال شما باید عرض میکنم که دخالت نظامیان و حضور نظامیان در وقایع اخیر مصر چندان غریب نبود. اگر ما به تاریخ مصر، به 50 سال گذشته مصر نگاه کنیم، می‌بینیم نظامیان در مصر حدود نیم قرن هست که در ساختار سیاسی این کشور حضور فعال دارند. از کودتای نظامی افسران آزاد در سال 1952 که به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر منتهی شد، به هر حال نظامیان در عرصه سیاسی مصر حضور دارند. جمهوری مصر از اون سال، از کودتای سال 1952 تا کنون، تا پیش از مرسی، 3 رهبر سیاسی به خودش دید که هر 3 از ژنرال‌های نظامی بلندپایه مصر بودند که از نظر ایدئولوژیکی به ترتیب جمال عبدالناصر از سوسیالیسم عربی، انور سادات از ناسیونالیسم مذهبی و حسنی مبارک به پراگماتیسم عملگرایانه برای اداری کشور استفاده برای اداره کشور استفاده کردن. در واقع اگر بخوایم نگاهی به ساختار و شاکله ارتش مصر داشته باشیم، میتونیم بگیم مصر بزرگترین ارتش در قاره آفریقا و جهان عرب رو به خودش اختصاص داده. لحاظ تعداد، ارتش مصر مقام 10 رو در میان تمام ارتش کشورهای دنیا به خودش اختصاص داده. ارتش مصر حدود 480,000 نفر نیروی فعال، یعنی به کار گرفته شده، و 900,000 نفر نیروی ذخیره داره. تجهیزات ارتش مصر هم به طور عمده یک تجهیزات غربی هستند که حدود 3,000 تانک، 579 فروند هواپیما که فقط 230 فروند از هواپیماهاش از نوع F-16 هستن. باید اضافه بکنم که ارتش مصر از لحاظ فنی هم یک ارتش بسیار کارآمدی است، به شکلی که این ارتش یکی از معدود ارتش‌هایی در دنیا است که دارای ماهواره‌های شناسایی و پیشرفته است. به هر حال در گذشته و حتی در زمان مرسی، تعداد نظامیان ارتش مصر، این تعداد بالایی که عرض کردم، حدود 480,000 نفر نیرو و 900,000 نفر نیرو به صورت ذخیره، همواره مورد انتقادات زیاد بوده. از جمله گفته می شده که این تعداد نیروی نظامی برای زمان صلح زیاد ضروری نیست و از لحاظ اقتصادی بار مالی زیادی رو به دولت از لحاظ بودجه تحمیل میکنه. به هر حال در مقابل این ایده هم بودن که اعتقاد داشتن که تعداد نیرو برای حفظ سطح اشتغال در کشور مصر ضروریه و به گفته اونها ارتش فقط حدود 12% از جوانان رو در عرصه صنایع نظامی و حدود 100,000 نفر ایجاد شغل کرده بوده. از سوی دیگه اگر نگاه بکنیم، بخش تاریخی موضوع رو نگاه کردیم. اگر بخش اقتصادی موضوع هم نگاه بکنیم، از سوی دیگه ارتش مالک یک سری کارخانجات و شرکت‌های متعددیه که به تولید انواع محصولات مصرفی، اهم از مواد غذایی، کالاهای ساختمانی مثل سیمان، اتومبیل، دارو و مصنوعات و محصولات دیگه به هر حال می‌پردازه. ارتش مصر همچنین بزرگترین مالک زمین در بخش عمومی این کشور هستش. در مجموع افسران ارتش مصر از حقوق بسیار بالایی، نسبتاً بالایی برخوردارن، از مسکن بهتر، بهداشت مناسبتر برخوردارن.
از سوی دیگه به بودجه دفاعی که به ارتش مصر اختصاص داده میشد که حدوداً سالیانه 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه نظارت چند و مناسبی پیش در صورت نمی گرفته و این دست افسران ارتش مصر رو برای ایجاد یک سری کانون‌های اقتصادی باز میگذاشته. لذا بر اساس اون چیزی که عرض کردم حضور ارتش چندان قریب نبود در ساخت حضور ارتش و اقدامی که حالا یک سری اسمش رو کودتا گذاشتن، یک سری حالا حضور نظامی برای پشتیبانی از مردم، به هر حال چندان قریب نبود. من به طور کلی سه مؤلفه رو میتونم دخیل بدونم در اقدام نظامی برای در حمایت از مردم. یکی این که به هر حال همونطور به پیشینه تاریخی اشاره کردم و از سوی دیگه همونطوری که اشاره کردم ارتش مصر به واسطه حضورش در ساختار سیاسی در نیمه قرن گذشته نزدیکی و قرابت خاصی به کانونهای اقتصادی در مصر داره و از سوی دیگه اگر شما نگاه بکنید تو بحث مقبولیت مردمی و ارتش یک نیم نگاهی داشت برای اینکه جایگاه خودش رو در جامعه از دست نده. ارتش مصر به واسطه سابقه رویارویی که در دو جنگ علیه اسرائیل داشته در جامعه مصر و در جامعه عرب از وجهه بالایی برخوردار بوده. لذا به ادامه تظاهرات مردمی و خواهش میکنم فقط من این رو ببندم. من یه سوال وسط صحبتتون خواهش. منظور شما بیشتر این هستش که پس جایگاه بسیار خوبی ارتش داشته در بین مردم که مردم حاضر بودن که در کنار اعتراضاتشون حمایت ارتش رو هم بپذیرن برای رسیدن به خواستشون که در از کنارگیری آقای محمد مرسی از مسند ریاست جمهوری بود؟ بله بله این رو ببینید یکی این که به هر حال سابقه ارتش رو عرض کردم و یکی این که به واسطه این که در دو جنگ علیه اسرائیل حضور داشته و سه رئیس جمهوری پیشینش پیش از مرسی از جنرال های بلندپایه ارتش بودن، به هر حال معترضین از ارتش خواستن و ارتش برای از دست ندادن وجه خودشون، شما نمیدونم قطعا تو خبرها بینندگان محترم خاطرشون هست و کارشناسان محترم برنامه که محمد مرسی یک سری شایعات، حالا مشخص نبود چقدر به واقعیت نزدیک بود، اما یک سری شایعات مطرح بود که مرسی به این سمت و سو و اخوان جریان اخوان به این سمت و سو داره میره که از مدل سپاه پاسداران یک ارتش مردمی رو در مصر ایجاد بکنه. این دقیقاً برای رویارویی و کم کردن جایگاه ارتش و بریدن دستهای ارتش و به قول معروف زدن ریشه‌های ارتش در کانون‌های اقتصادی و امنیت و نظامیگری بود و ارتش مصر به واسطه اینکه جایگاه خودش رو از دست نده و به واسطه اینکه این اطمینان رو بده به مردم که همواره پشت مردم بوده به صحنه مبارزه به صحنه سیاسی مصر به صورت نظامی وارد شد و تو بیانیه ارتش در اولین بیانیه در اولین اطلاعی ارتش هم اومد که ما فقط در حمایت از خواست و خواست عمومی و خواست معترضین برای احقاق یک جامعه برای احقاق یک نظام دموکراتیک وارد عرصه میشیم و به هر حال فکر میکنم در این خصوص ظاهرا ارتش مصر به تجربه انقلاب اسلامی در ایران و پدید اومدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توجه ویژه داشته، چرا که همونطور که عرض کردم اخوان پیشتر اعلام کرده بود که از مدل سپاه پاسداران در آینده بهره برداری خواهد کرد. بنابراین سه ترس عمده وجود داشت در ارتش، یکی از دست دادن جایگاه خودشون در و حوزه نفوذ اقتصادیشون و یکی حذف شدن از فضای سیاسی که اخوان با اون حالت تمامیت خواهی که داشت کم کم داشت اون فضا رو ازشون میگرفت و همینطور احتمال ایجاد یک ارتش موازی مردمی اگر وارد عرصه مبارزات نمیشد به صورت نظامی. سپاسگزارم. اجازه بدید به سراغ آقای رفعت بریم. آقای محمد مرسی با انتخاب مردم به صحنه اومدن، مطالبات مردم رو نتونستن پاسخگو باشن و با اعتراضی که مردم کردن و حمایت ارتش کنار رفتن. نقش مطبوعات رو چطور دیدید در این اتفاق و تحولی که در مصر افتاد؟ اینکه تونستن به خوبی اعلام کنن که مردم این مطالباتی بود که شما داشتید و به خاطر اون به آقای محمد مرسی رأی دادید و الان ایشون نمیتونن پاسخگو باشن، چگونه به نظرتون تونست کمک کنه رسانه‌های آزاد مصری به این روند؟ ببینید از آخر شروع میکنیم. از زمان تحولاتی که تو مصر روی داد، نشریات، تلویزیون ها، رسانه ها به جز یک کانال تلویزیونی و چند نشریه وابسته به اخوان المسلمین، بقیه همه چه
راست، چه محافظه‌کار، چه متمایل به چپ، چه سوسیالیست، چون فضای مطبوعاتی مصر خیلی بازه، یعنی رسانه‌های بسیاری داره، همه اینها بر سر یک مسئله متفق بودن و اون که خواست مردم مرسی میبایستی وقتی چندین میلیون نفر چندین روز تظاهرات میکنن به خواستاشون پاسخ بده، و چون نداد ارتش کار بسیار خوبی کرد که در حمایت از مردم وارد صحنه شد، برای اینکه جلوی یک درگیری بین شخصی ها، یعنی بین هواداران مرسی و مخالفین مرسی رو به این صورت گرفت. شما فیلم هایی است از لحظه ای که ارتش اعلام کرد که وارد صحنه میشه در تلویزیون های مختلف که بسیار جالبه، شما میبینین مجریان برنامه که پرچم مصر رو ماچ میکنن، خانومی از پرچم مصر رو میندازه به عنوان لباس، دورش یک خانم مجری دیگه گریه میکنه، یکی دیگه فریاد میزنه، یکی میزنه از خوشحالی اینطوری به سرش، یعنی یک صحنه هایی هست که نشون میده که اینها تمام رسانه ها به جز یک استثناء کوچک در مقال بودن. البته یک مثلا هم باید اشاره کرد، رسانه ها در این ماه ها، یعنی از زمان انتخاب مرسی و حتی زمانی که مردم علیه مبارک بودند، بسیاری از رسانه اون زمان با وجود سانسور و اینها پشت مردم ایستادن، یعنی رسانه مصر از ابتدای تحولات نشون دادن که با مردم هستن و خواستاشون رو منعکس میکنن. در رابطه با مرسی هم در این یک سال مطبوعات حتی چندین بهام پرداختن، بعضی از مطبوعات بسته شدن، بعضیشون دستگیر شدن، یعنی دولت آقای مرسی سعی کرد که مهار بکنه ولی خب نتونست، به خاطر که اونجا دستگاه قضایی هم نسبت به سطح متوسط کشور خاورمیانه مستقل تره. یک مثلا باید اشاره کرد، ولی آقای مرسی از طرف در طرف خودش در زمینه رسانه‌ای یکی از قوی ترین شبکه‌های تلویزیونی جهان عرب، قوی ترین یکی هم نه، قوی ترین رو داشت که تلویزیون الجزیره است، و به همین خاطر هم 22 خبرنگار و روزنامه‌نگار مصری شبکه الجزیره به طور جمعی استعفا دادن، به خاطر اینکه مجبور و اعلام کردن در استعفاشون که روزها مجبور شدن نقش صدای مخالفان آقای مرسی رو منعکس نکنند و اخبار حتی دروغ بدن به نفع اخوان المسلمین و آقای مرسی، و این مثلا خودش نشون میده که چقدر رسانه ها در اونجا به اون چیزی که وظیفه شونه اعتقاد دارن، و اینها کار و میگفتن دوستان مصری، من با دو خبرنگار مصری صحبت می‌کردم، می‌گفتن الجزیره که از بهترین حقوق‌ها رو در قاهره می‌داد، با توجه به بحران اقتصادی 22 نفر که از شغل خوب استعفا میدن به خاطر اینکه حاضر نیستن بپذیرن، این خودش نشون دهنده بلوغ سیاسی جامعه رسانه‌ای توی مصر که من فکر می‌کنم می‌تونه الانم در این دوران گذر که گویا اینطوری که می‌گویند یه 8 ماه بین 8 تا 12 ماه طول خواهد کشید تا انتخابات آینده، میتونن حضور ارتش در سیستم، حضور این سیاسیان غیر منتخب رو به طور جدی کنترل بکنن برای اینکه یک مرسی جدیدی از میان اینا بیرون نیاد. درسته. آقای شیرازی، به سراغ جامعه مدنی بریم. فکر میکنید که جامعه مدنی فعلی مصر در حال حاضر چه شباهت هایی با جامعه مدنی ایران داره؟ ببینید، موقعی که بهار عربی شروع شد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این بهار عربی الهام گرفته از اتفاقات و حوادث سال 88 و جنبش عظیم اجتماعی مردم پس از انتخابات سال 88. حالا اون جنبش سبز ایران بنا به دلایلی در یک جایی متوقف شد، اما کشورهای عربی این جنبش رو ادامه دادن تا به خواستهای خودشون رسیدن. یکی دیگه از مواردی که مطرح میشه در این بین این هستش که خب این روند طی شد، آقای مرسی با یک روند دموکراتیکی با رأی اکثریت، حالا هر چند اکثریت شکننده، ولی به ریاست جمهوری انتخاب شد. آنچه که مسلم است اینه که خواست مردم برای برکناری حسنی مبارک و به قدرت رسیدن آقای مرسی مشخص بود، یعنی مردم یک سری مطالبات داشتن، یک سری خواسته ها داشتن، آقای مرسی اومد شعارهایی رو داد که اون خواسته های اکثریت مردم درونش گنجونده شده بود و بر اساس اون مردم بهش رأی دادن.
ولی هنگامی که به قدرت رسید پس از گذشت یک سال مردم احساس کردند که نه، اون حرفایی که زده شد، اون وعده هایی که داده شد، اون شعارهایی که آقای مرسی داد هیچ کدوم جامعه عمل به خودش نپوشون. صبر نکردن که 4 سال بگذره، بعد از 4 سال بگن خب دیگه به شما رأی نمیدیم، چون مردم مصر قیام کرده بودن که به خواسته هاشون برسن. برای همین نمیخواستن زمان رو از دست بدن. وقتی احساس کرد جامعه مدنی مصر که از خواسته هاشون دارن دور میشن و به گونه ای آقای مرسی اون کسی نیست که بتونه اونها رو به آرمان ها و اهدافشون برسونه، دوباره به خیابان آمدن، ایستادن، آقای و ارتش هم همونجور که دوستان گفتن حمایت کرد از خواست مردمی و ایشون برکنار شد. حالا برمیگردیم به جامعه مدنی ایران. جامعه مدنی ایران هم چندی پیش یک انتخابات نسبتاً دموکراتیک رو برگزار کرد. آقای روحانی با اکثریت مردم انتخاب شد. اما آقای روحانی باید مد نظر داشته باشه که مردم مطالباتی داشتن و این مطالبات رو به ایشون اعلام کردن و ایشون پذیرفت که این مطالبات رو دنبال کنه و همین باعث شد که مردم به ایشون رأی بدن. حال اگر ما بخوایم که مقایسه بین جامعه مدنی مصر و جامعه مدنی ایران بکنیم، ممکن است همون جوری که جامعه مصر یا کشورهای عربی بهار عربی رو به گونه الگوبرداری کردن از جنبش سبز، این احتمال وجود داره که مردم ایران هم اگر ببینن آقای روحانی تنها شعار داده و در پی تحقق خواستهای آنها نیست، همون گونه که مردم مصر عمل کردن عمل کنن. چرا که من چند روز گذشته که مطبوعات رو مرور میکردم، با توجه به اینکه 3 هفته مونده آقای روحانی قدرت رو تحویل بگیره، میدیدم که سمت و سوی صحبتها به این سو داره میره که اصولگرایانی که بر رأس قدرت هستن دارن این رو القا میکنن که خب مردم اگر با آقای روحانی رأی دادن به خاطر مشکلات اقتصادی بود، به خاطر وضعیت معیشتیشون بود، به خاطر بهتر شدن روابط با دنیا بود، به این خاطر به آقای روحانی رأی دادن و آقای روحانی باید این هدف رو دنبال کنه، در صورتی که مطالبات مردم تنها اقتصادی نبود. حتی در سال 57 که مردم انقلاب کردن و رژیم سابق رو سرنگون کردن، خواستشون خواست اقتصادی نبود، چرا که اون موقع از رفاه اقتصادی نسبی برخوردار بودن، آزادی های اجتماعی نسبی رو داشتن، تنها آزادی های سیاسی نداشتن. در این دوره هم اون چه که خواست اول مردم بود و همه جا به صدای بلند اعتراض کردن و اولین خواستشون بود، آزادی های سیاسی و آزاد شدن زندانیان سیاسی بود. یعنی آقای روحانی باید بدونه که خواست این، من مطلب رو اینجوری باز بکنم که الان در شرایط اقتصادی خوبی نیست کشور، درسته مردم از لحاظ معیشتی در حالت خوبی به سر نمیبرن، اما این حالت برای خود دولت ایران و خود حاکمیت ایران هم هست. یعنی دولت و حاکمیتی که وابسته به نفت بوده، بعد از تحریم هایی که کشورهای غربی علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران اعمال کردن، وضعیت دولت ایران و حاکمیت ایران رو از لحاظ درآمدی در وضعیت بدی قرار دادن. یعنی همونقدر که وضعیت معیشتی مردم خراب هست، وضعیت اقتصادی خود دولت و حاکمیت هم خراب است. پس الان دارن اینگونه القا میکنن که اگر آقای روحانی بیاد گشایشی در کار اقتصادی مردم، در وضعیت معیشتی مردم ایجاد بکنه، در واقع خواسته های اونها رو داره دنبال میکنه، در حالی که خواسته های اقتصادی مردم یکی از خواسته هاشون از آقای روحانی بود. خواسته های متعدد دیگری داشتن که مطمئنن پیگیر اون خواهند بود و در صورتی که اون خواسته ها تحقق پیدا نکنه، احتمال اینکه این بار مردم ایران از مردم مصر الگوبرداری کنند هست به نظر. درسته. آقای بهرنگ، نظر شما چیه؟ فکر میکنید آیا مصر بتونه الان و در شرایط فعلی الگویی باشه برای مردم ایران برای پیگیر بودن و مطالباتشون؟ من اول اجازه بدید یک پرانتز باز کنم، یه تیکه از صحبت آقای شیرازی رو تصحیح بکنم، چون میدونم چه انتقادی رو خودش نداره، شاید به اشتباه صحبت میشه، که جنبش سبز متوقف نمیشه. یعنی بحث بر سر همینه که دقیقا همین مطالبه آزادی زندانی یعنی سیاسی که مطرح میشه خودش نشون میده که جنبش سبز هنوز در حاضرین که تو خیابون دقیقا همین عرض کردم، پرانتزی دارم میگم چون میدونم که نگاه بر همینه. ببینید این جنبشی که در ایران شکل میگیره، ما بارها هم تاکید کردیم این جنبشی نیستش که 4 سال پیش شروع بشه. اتفاقا تمام صحبت هایی که حتی خود
شخص مثلا میر حسین موسوی میکرد هم بر سر همین بود که این جنبش جنبشی نیستش که به خاطر انتخابات 88 شکل بگیره. اون رو وصل میکنه به یک سبقه تاریخی که برش میگردونه به مشروطیت. در چنین نگاهی اگر ما بخوایم قضایا رو نگاه بکنیم، تحولات در برخی از کشورها همواره بر روی هم تأثیر میذاشت. مصر، ترکیه و ایران به نظر من سه کشوری بودن که همواره از هم تأثیر گرفتن. یعنی تحولات حالا مقدمه مؤخرش متفاوت خواهد، یعنی حالا به ترتیب همیشه نبوده، اما این سه کشور همیشه از هم تأثیر گرفتن و الان اتفاقا اوج این تحولات هستش در همین سه کشور. مدل تحولات در ایران متفاوت بود، همون جوری که آقای شیرازی اشاره میکنن، آقای رفعت هم اشاره داشتن، مردم در مصر تحمل سه سال اضافه رو نکردن. یعنی نیومدن بگن که اوکی آقا شما میتونید سر کار بمونید، حالت دموکراتیک، شاید در دموکراتیک به معنی کلاسیکش، تو میتونید سر کار بمونید، سه سال دیگه ما به یکی دیگه رأی میدیم، حالا میره کنن. سر دموکراتیک مردمم وقتی یک جمعیت عظیمی از دولت خواهان تغییر میشه، اگر دولت معتقده که هنوز طرفدار داره، میاد انتخابات زودرس میذاره، چون اگر ببره خیلی قوی تر تو صحنه باقی میمونه. دقیقاً بحث بر سر همینه که از این واژه داره سوء استفاده میشه توی برخی از مسائل. یه چند تا نکته جالب هستش بهش اشاره خواهم کرد. ببینید تو ترکیه هم همین اتفاق میفته، ولی تو ایران این اتفاق نیفتاد. مردم به نوعی احمدی نژاد رو تحمل کردند، مردم به نوعی احمدی نژاد تحمل کردن، الان یک نوع دیگه ای از تحول رو دارن امتحان میکنن. اما بدون تردید تحولات در مصر، ترکیه و ایران در کنار هم خواهد بود، از همدیگه درس هم خواهند گرفت، همونجوری که گرفتن. احسان سلطانی بهش اشاره کرد که مرسی میخواست که یک ارتش موازی درست بکنه، ارتش در اونجا از این تجربه استفاده میکنه. یعنی حالا این بعدن سر فرصت باید صحبت بشه. من سر این مسئله یه از خودم نمیخوام صحبت بکنم. محمد هیکل یکی از مشهورترین روزنامه‌نگاران جهان عرب هست. توی برنامه تلویزیون CBS یه جمله‌ای داره، من این رو از رو میخونم با اجازهتون. میگه من از کسانی که آن را کودتای نظامی مینامند تعجب میکنم، زیرا کودتای نظامی به معنای تسلط بر قدرت است. اما این امر روی نداد، زیرا ارتش نقش خود را در محافظت از تجربه ملی انجام داد و دستی در آن ندارد. ملت مصر پیش روی خود چیزی ندید که خواسته ها و انتظاراتش را برآورده کند و مشروعیت از جای خود حرکت کرد و از رئیس جمهور به مردم منتقل شد. درست. ببینید این نگاه رو در نظر داشته باشیم که اون جنبشی که شکل میگیره بیش از 30 میلیون امضا جمع میکنه در مقابل رأی که یک سال پیش داده شده. یعنی میگه آقا ما دقیقا، حالا این چیز نیستش، خیلی کمتر از 30 میلیون بود رأی که آقای مرسی گرفت. اصلا بحث من سر عددش هم نیست، بحث من بر سر اینه. یه نگاهی هست که دموکراسی رو اگه بخوایم اینجوری تعریف بکنیم، که دموکراسی یعنی تغییر حاکمیت به خواست مردم بدون هزینه، این میشه دموکراسی. یعنی مردم آقا انتخابم که میکنن، شاید یک سال دیگه بگن آقا شما نیستی، آقا چون نمیتونی، نتونستی، همونجور که مرسی نتونست تحول اقتصادی در کشور به وجود بیاره. بخش بزرگی از کسانی که دور پیش، یعنی اولین بار به مرسی رأی دادن، انتخاب و برکناری حق یکی، فقط انتخاب نیست، چون اگر نه خب هیتلر هم آدم دموکراتیک بود، با رأی مردم انتخاب 92% هم رأی آورد. مثلا یک فیلسوفی مثل پوپر دقیقاً اشارهش به همین، اگر دموکراسی رو به انتخاب معرفی بکنیم، هیتلر یک منتخب مردمه. ببینید اما دموکراسی این شکلی نیست که فقط رأی رو به صندوق بندازیم خدا حافظ. مسئله من بر سر اینه، علی شیرازی اشاره میکنه به مطالبه، مرسی هم با مطالبه مردم اومد. یکی از بزرگترین مطالبه های مردم تحول اقتصادی بود و تحول سیاسی. مرسی در هیچ کدومش موفق نشد و نتیجهش این شدش که یک سال دیگه بیش از یک سال به مرسی وقت ندادن برای برآورده شدن مطالباتشون. ببینید مسئله بر سر اینه که مرسی حتی نیت این رو هم نشون نداد که من میخوام این کار رو انجام بدم. این خیلی مهمه که شما این پیام را به مردم بدید که من میخواهم رفرم به وجود بیارم و من میخواهم مثلا تحول اقتصادی به وجود بیارم. بگمش مرسی اگر زرنگ بود، هوشمند بود، قانون اساسی رو برخلاف خواست مردم تنظیم نمی کرد، بلکه
اونطوری که مردم میخواستن تنظیم میکرد، بعد اونطوری که خودش دلش میخواست اجرا میکرد. یعنی خیلی از مفسرین میگن اشتباه بزرگش این بود که خواست خیلی به صورت واضح نظرات اخوان المسلمین رو تحمیل بکنه به بقیه مصریا. میتونست یه قانون اساسی خیلی لیبرالتر با در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌های مذهبی، نظرات سیاسی و اینا به تصویب برسونه، بعد اجرا نکنه یه بخشایشو. اون موقع مفسری میگن شاید عمر دولت مرسی بیشتر هم میشد. مسلما همینجوریه. من خیلی زیاده خواهی کرد. بحث بر سر اینه که این مسئله ای که من این رو نکته پایانی بگم. چیزی که امروز مصر تشنه اون هست و به تبع اون من فکر میکنم دقیقاً تحولات در ایران هم به هم سمته، یک شکل جدیدی از حکومته، یک شکل جدیدی از سفارایی نیروهاست، برای اینکه اون چیزی که در مصر اتفاق نیفتاد و فقط اخوانی ها اومدن دولت رو گرفتن، سیاست گذاری کردن، تصویب کردن، اجرا کردن، مصر الان تشنه اینه که تمام گروه ها بیان یه دولت آشتی ملی تشکیل بشه، گروه های مختلف حول محور تحول کنار هم قرار بگیرن. همون چیزی که من فکر کنم ایران نیاز داره، یعنی ایران هم نیاز داره که بیان کنار هم بشه. اینها رئیس جمهور موقت بلافاصله از اخوان و سلفیات دعوت کرد بیان و کسی که مسئول تشکیل دولت شده بهشون وزارتخونه پیشنهاد کرد، با وجود اونها حتی با اسلحه علیه ارتش می جنگن. یعنی درخواست آشتی ملی تو مصر در حدی است که سیاست گذارانش هم نمیتونستن نادیده بگیرن. یعنی بلافاصله به کسانی که در مقابلشون قرار دارن گفتن بیان شما هم تو دولت موقت شرکت کنین که اونها قبول نکردن. به عنوان یک الگو باشه برای مردم ایران. من فکر میکنم مصر، ترکیه و ایران همواره با همدیگه تأثیر متقابلی داشتن. درسته. سپاسگزارم از حضورتون و آقای سلطانی ممنون از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید و با برنامه دیگری از دربین هفته آینده به سراغ شما میام. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.